پوزیشن او اپوزیشن دریزونه او واقعیتونه د ژوندون په دریزون یوه په زړه پورې هڅه او یو دلات بریا پوزیشن او اپوزیشن دریزونه واقعیتونه د ژوندون تلویزیون دویمه په زړه پورې جالبه او ارزښتمنه مناظره ده. په دې مناظره کې په عبارت کې د بېلابېلو اپوزیشنونو استازي د پوزیشن یا حکومت د بېلابېلو ارګانونو چارواکي آزاد ناپیه او خپلواک کارپوهان او د ځوانانو او مدني ټولنو استازي ګډون لري. انگیزه ایجاد جبهه شما یا ائتلاف شما تحت نام ائتلاف ملی ما بودیم که توانستیم نظام را به چالش بکشانیم. هغه څوک چې په دولت کې دغه پوزیشن ده شپېته تر اویا فیصد پورې دغه خلک په دغې نظام کې د اوس فعال څام لري. کدام یک هدایت اجرایی و مربوط تیم حکومت است؟ آیا با حکومت حتی یک گیلاس چای خوردین؟ رهبران جبهه شما آقای جنرال دوستم عضو فعال حکومت شمرده میشه و حضورشان در یک جبهه اپوزیسیونی فعالیت سیاسیشان از یک شخص نظامی کاملا خلاف قانون است. من که اپوزیسیونی که الان مسامحتا میگیم این دشمنی با حکومت ندارم، بلکه ما بیشتر از آن که به استبداد حکومت علاقه فردوس هم اشاره کردن اشاره بکنیم، این برمیگردد به وضعیت نابسامانی که کشور ما بعد از 30 سال جنگ داشته است. از لاف ها و گزافه گویی های اپوزیشنی به اصطلاح اگر بگذاریم، آنچه در حکومت افغانستان در 10 سال گذشته اگر به صورت کل در نظر بگیریم، دست مرموز طرح وړاندې کوي چې هغه د افغانستان د بربادۍ، د افغانستان د تجزیه او د افغانستان د بې ثباتۍ سبب کیږي. په دا نظام که تاسو څه غواړئ اصلاح کړئ، دلته د اصلاح لپاره څه نه دي پاتې. دا مناظره د ژوندون د تېرې مناظرې په شان جالبه، دقیقه او هر اړخیزه ده. په دې مناظره کې د هېواد د رسنیو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د پوزیشن او اپوزیشن د دواړو غړو استازو او آزادو کارپوهانو لخوا د پوزیشن او اپوزیشن موافق او مخالف پر تعریف، تحلیل او ارزونې هر اړخیز بحث شوی او ډېرو مهم او مبهمو ټکو ته اشاره شوې. اپوزیشن که داسې وي چې د عهدې په بنسټ باندې جوړ شوی وي، اپوزیشن نه شو ورته ویلی. ځان خودیم به یې عقید هستیم که ما تا به امروز نه پوزیسیون صحیح داریم نه اپوزیسیون، چې د حکومت یا د اپوزیسیون په هغه شوارونو باندې قضاوت ونه کړي چې ولس راپاره د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې. اینا کیها هستن؟ اینا کسایی هستن با زبان دست راست و چپ آقای کرزی، اما کسایی هستن که خوش بیرقصیدن برش. دروس هم هیڅ نه دوردلی چې کرزی صاحب بغیر د دې محدود کسان نه د بل چا سره مشوره کړي وي. بس شما مخالف نظام نیستین، مخالف دولت مردان هستین. وقتی که مخالف دولت مردان هستین، بس چی ضرور شما به خارج رفته و تغییر نظام میخواین؟ دوی دولت سره څومره اړیکې لري او ولس له دوی سره څومره اړیکې لري؟ ننګ بر من باد، شرم بر من باد اگر از شما چیزی بخواهم. تنها خواهشی که دارم این است به روسپیان سیاسی قرص ضد عاملگی بده تا نسل بیشرفان افزونی نیابند. اما مومد همدگر هستیم و این نظام مربوط به همه که ماست، بس توسط یک شخص، یک فرد، یک گرونی. افغانستان غرب کابل است، به یک جنرالی که روشن فکر است، جنرال دوران جنرال از افغانستان گرفته، اما ساحه خدماتیش منحصر است به غرب کابل. آدم این مربوط به خودش. ساحه شما چقدر وسیع بود آقای فرید؟ ساحه ما اولین انتخابات، اولین کمپانی انتخاباتی است. ساحه تا جیبای شما. ما یک مجاهد بودیم و یک مجاهد هستم و یک مجاهد خواهم بود، اما مجاهدی که از آدرس جهاد، از آدرس اسلام، از آدرس نمیفهم مقاومت، از آدرس نمیفهم قوم، مذهب صاحب نان و نامی شده باشم، از اون مجاهدی نیستم که با ارزش های جهاد معامله کرده باشم، با ارزش های دین و وطن خود معامله کرده باشم. رای حل چیز تا وقتی که در افغانستان امی افراد سر قدرت باشه، والا که در حکومت باشه، والا که در اپوزیسیون باشن، چون مردم به این عقیده ندارن و اینا باور به مردم. ببین اکثریت یک دست اتحاد میدن، وقتی که موافقت نامه یا بیرون شدن خارجی ها یک فغان میکشن، نه اینا که رفت جنگ میشه. جنگ کی میکنه؟ جنگ شما میکنه که به جنگ عادت داره. کسو غواری پیهی باد کرده باقیتون و حقیقتون و پوزیشن رو او اپوزیشن رو تلوان و ملوان و گندون و نگندون و او آن نوان مصلحتون رو در سازشون رو سخه خبر شی نو در جواندون پرزرپور مناظره دی لیاده نبازی در جوزه یک برگولی یو بلسمه در پنش مخام اتنی ببجه تا بیازالی توگه در جوزه دولسمه در جمعه مخام اتنی ببجه.